شمول این کلام شلاق رو حکم اعدام ضد اجتماع سین قانون خط میکشم رو مهر و امضا پر از نفرت مسیرش قدم قانون تا روز اجراش راه بی بازگشت بدون جبران بدون اصلاح تنابه دارب سار کنترل و سرکوبه کجای جهان توحش جلو دار خبط بوده چه امنیتی تو قانونی که خودش خشم توشه اون انسانیست آرامش جامعه است که معدومه کشتم با صلیب سنگسار محکوم از ارتفاع پرتاب یو اس ای صندلی الکتریک شمشیر عربی تو دست جلاد اتاق گاز زنده به گور گیوتین و برکه خون تزریق سم بدون درد عمل کریه و وچه خوب به نام اون روز که نباشه حکم اعدام نباشه هیچ جا دنیا سری بالا چوبه یه دار قرمزی پرچما نباشه از خون ما بوی امید بیاد از تک تک خونه ها به نام روزی که ندار باشه نه تزریق سم اعدام به هر روش بشه کلن ریشه کن انسانی کشته نشه دیگه با تیر و سنگ قانونو بسازیمش دوباره از زیر و بم. شب روزتان خوش، احمد رفعت هستم. به اعدام بس است برنامه از سازمان حقوق بشر ایران خوش آمدید. در ابتدا چند خبر. عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود به پرونده خانواده 35 تن از قربانیان اعتراضات اخیر در 10 استان ایران پرداخته است. خانواده 32 نفر از کسانی که توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات سال گذشته کشته شدند و همچنین خانواده 2 تن از کسانی که در ارتباط با اعتراضات خودسرانه اعدام شدند از جمله این افراد هستند. در این گزارش به خانواده یکی از کسانی که در زندان شکنجه شده بود و پس از آزادی خودکشی کرد هم پرداخته شده است. اعضای خانواده این کشته شدگان طی ماه‌های گذشته تحت بازجویی‌های توهین‌آمیز، بازداشت خودسرانه، تعقیب و تهدید و مجازات‌های ناعادلانه آن هم به دلیل برگزاری مراسمی بر مزار عزیزانشان قرار گرفتند. در این گزارش همچنین تصاویر مزار تخریب شده دست کم 22 تن از قربانیان اعتراضات سال گذشته در 17 شهر ایران منتشر شده است. سازمان عفو بین الملل با اشاره به مسئولیت سیستماتیک مقامات جمهوری اسلامی از همه دولت‌ها می‌خواهد که با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی برای مقامات جمهوری اسلامی از جمله افرادی که در زمان کشتار مردم مسئولیت فرماندهی داشتند و بر اساس قوانین بین‌المللی مظنون به مسئولیت کیفری در انجام این جنایات در آن زمان هستند حکم بازداشت بین‌المللی صادر کنند. صلاحیت قضایی جهانی یک اصل حقوقی است که به دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی اجازه می‌دهد که در خصوص یک متهم ادعای صلاحیت کیفری کنند، فارغ از اینکه کجا مرتکب جرم شده، ملیت او چیست و در چه کشوری اقامت دارد. انجمن خانواده‌های دادخواه آبان 98 فراخوانی را برای دریافت داستان‌های در رابطه با آنچه در آن روزها اتفاق افتاد منتشر ساخته است. کسانی که مایل هستند می‌توانند نوشته‌های خود را تا 31 شهریور به این آدرس ایمیل ارسال کنند. هیئتی که نیلوفر بیضایی، نسیم خاکسار، اسد سیف و شهلا شفیق را در بر می‌گیرد، آثاری را که قرار است در کتابی همزمان با چهارمین سالگرد آبان خونین 98 منتشر شود انتخاب خواهند کرد. دست کم 228 شخصیت سیاسی، فرهنگی و مدنی در فرانسه در نامه‌ای خواستار آزادی 12 کنشگر زن ایرانی شدند که هفته گذشته در گیلان بازداشت شدند. بازداشت 12 فعال حقوق زنان در استان گیلان، بازداشت 11 شهروند بهایی، احضار دانشجویان دانشگاهی مختلف و دعوت از اونها برای عدم شرکت در تظاهراتی که گمان زده می شود
در اولین سالگرد قتل ژینا مهسا امینی برگزار بشه از جمله فشارهایی است که جمهوری اسلامی بر مردم ایران در این روزها وارد کرده. در روزهای گذشته دو نوجوان 13 و 15 ساله سحر و صبا را نیز در شهر کرد بازداشت کردند. چرا مشخص نیست. در یک ماه گذشته فقط در مناطق کردنشین 130 نفر بازداشت شدند. و البته در ماه گذشته هر روز دو سر هم در ایران بالای دار رفته است. در آستانه اولین سالگرد قتل ژینا مهسا امینی و آغاز خیزش زن زندگی آزادی در ایران چه می گذرد؟ چرا این همه بازداشت؟ چرا این همه فشار بر خانواده های قربانیان؟ چرا این همه فشار بر کسانی که ماهاست در زندان هستند؟ ما برای گفتگو در این رابطه از کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و از اعضای سازمان حقوق بشر ایران دعوت کردیم. آقای غفوری به اعدام بسته است، خوش اومدید. چرا این همه بازداشت؟ چرا این همه فشار بر خانواده های قربانیان خیزش مردمی زن زندگی آزادی؟ دولت جمهوری اسلامی در آستانه اولین سالگرد قتل ژینا مهسا امینی و خیزش زن زندگی آزادی از چی میترسه؟ مهمترین دلیلش به نظر من اینه، ببینید حکومت واقعا هراس داره از یک موج جدید اعتراضات سراسری، خیزش سراسری، انقلاب، قیام، هر چیزی که میخواییم اسمشو بذاریم، ولی هر چیزی که بخواهیم بهش نام بدیم فارغ از نامی که بهش اطلاق میشه، واقعیتش جمهوری اسلامی رو در سال گذشته لرزاند. حضور مردم توی خیابون‌ها، اعتراض‌های بسیار جدی، مقاومت مردم، جنبش دانشجویی، اتصالش به اعتراضات کف خیابان و مواردی از این دست باعث شد که جمهوری اسلامی بخواد به هر قیمت ممکن جلوی تکرار این رو در سالگرد وقوعش بگیره. اگر اون روز قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در بازداشت در واقع گشت ارشاد باعث شد که مردم خشمگین بشن و به خیابان بیان و چیزی بود که حکومت فکرشو نمی کرد، ولی الان در آستانه سالگرد می داند که حتما اتفاقات بسیار جدی خواهند افتاد. بنابراین سعی میکنه که با بازداشت های پیشگیرانه جلوش رو بگیره. اما بازداشت پیشگیرانه خودش یک مفهوم قانونی نیست. یعنی شما نمیتونید برید یه فردی رو به ظن این که، به گمان این که ممکن است که پس فردا بیاد توی خیابون یا یک ماه دیگه بیاد توی خیابون، از الان بگیره ببریش بازداشتش بکنی. این یک عمل غیر قانونی است. خارج از اون در دایره سرکوب جمهوری اسلامی، چون ما دو جور سرکوب داریم، سرکوب سخت داریم، سرکوب نرم هم داریم. مثلا من دانشجوها رو مثال بزنم، یک قسمتیش اینه که زمانی که دانشجوها میان بیرون اعتراض میکنن بازداشت میشن یا ضرب و جرح میشن یا میرن به کمیته های انضباطی و حکم تعلیق یا اخراج میگیرن. بخش دیگرش هم فشار غیر مستقیمه، اون سرکوب نرم هست، میان بعضی هاشون رو تهدید میکنن به اینکه شما اگر دفعه بعد بروید در تظاهرات شرکت بکنید حکم تعلیقی شما میاد و مؤثر واقع میشه. به برخی دیگر میگویند که در چارچوب اونهایی که آخر تحصیلاتشون هست میگویند چه بسیار خوب، شما 3 سال 5 سال، حالا بستگی به مقطعشون داره، اگه دکترا باشه، لیسانس باشه یا هرچه، خوندی، الان یه سال دیگه مونده، باشه شما میتونی بخونی، ولی اگر شلوغ بکنی مدرک تحصیلیت رو بهت نمیدیم، برای اون دوچار مشکل میشی. با اینجور تهدیدها که خودشون بهش میگن سرکوب نرم، در اسناد اخیراً فاش شده وجود داره، سعی میکنن که جلوی جنبش ها رو بگیرن. غیر از اون، من الان دارم بر دانشگاه تمرکز میکنم به خاطر اینکه دانشگاه معمولاً در چنین مواردی یکی از قلبهای تپنده جنبش های مردمی است. اومدن چه کردن؟ در همین یک سال گذشته بازنشستگی اجباری به یک سری اساتید دادن، در کنارش طرح دادن که 15,000 نفر اساتید انقلابی در گیومه رو
بیان و جذب بکنن، یعنی دارن سعی میکنن که محیط دانشگاه رو یک محیط پلیسی بکنن. اینو اگه تعمیم بدیم به کنشگرانی که اونها شناخته شده هستن، کنشگران مدنی، فعالان حقوق زنان، حتی رفتن سراغ اقلیت‌های مذهبی، رفتن سراغ بهائیان، این یکی از اهدافش پیشگیرانه است. هدف دیگرش گسترش ارعابه. مثلا در مورد بهائیان ما میدونیم که معمولا بهائیان در مسائل سیاسی چندان دخالتی نمی کنن، نمیان و در اعتراضهای سیاسی معمولا به صورت فعال شرکت نمی کنن. اما اونها رو هم میگیرن سرکوب میکنن. خب هدف میتونه کاملا ارعاب باشه، گسترش هراس باشه، اون هراس افغانی حکومت باشه. برای همه من فکر میکنم که این اعمال به این دلایل صورت میگیره. اما چیزی که جمهوری اسلامی حساب نکرده، به قول معروف گز نکرده بریده، این است که جنبش های مردمی اجازه نمیگیرن از حکومت های سرکوبگر موقعی که بخوان بیان و خودشون رو نشان بدهند ظهور میکنن، بروز میکنن و معمولا این رفتارها بازدارنده نمیتونه باشه. آقای غفوری، چند روز پیش سازمان عفو بین‌الملل گزارشی رو در مورد بازداشت‌ها، آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان خیزش زن زندگی آزادی در 24 صفحه منتشر کرد. در بقیه کشورها حداقل فشار بر خانواده‌ها، خانواده‌های کسانی که از سوی رژیم کشته شدند، اونقدر زیاد نیست. چرا جمهوری اسلامی این همه بیشرمانه با خانواده‌های قربانیان رفتار می‌کنه؟ همونطور که اشاره کردیم، معمولا جنبش‌های دادخواهی در بسیاری از کشورهای دیگه وجود داشته، در کشورهای آمریکای لاتین وجود داشته، ولی هیچ کدوم با این میزان از سبعیت در واقع روبرو نبود از طرف حکومت. حکومت گویا داره برمیگرده به تنظیمات کارخانه‌اش، به تنظیمات دهه 60 که زندانیان سیاسی رو میومد و به طور جمعی اعدام میکرد، قتل عام میکرد، در گورهای جمعی دفن میکرد و حتی اجازه مویه یا اجازه گرفتن مراسم عزاداری به خانواده هاشون نمیداد، بهشون نمیگفت قبرهاشون کجان. ما اون داستان پرآب چشم خاوران رو هممون میدونیم، چندی ازش نگذشته، هنوز به قول قدیمی ها هنوز اون خاک گرمه. برای همین من فکر میکنم که حکومت داره بر میگرده، هر چقدر که فشار روش زیاد میشه سعی میکنه از آخرین توانهای سرکوبش که همون تنظیمات اصلیش هست، همون تنظیمات وحشیگریش هست، تنظیمات بازگشت شکنجه، بازگشت اعدامهای دست جمعی، به اون بر میگرده، یعنی تلاششو میکنه که برگرده. فرق الان با دهه 60، دهه 1980 میلادی، یعنی این است که ما سیستم اطلاع رسانیمون به دنیا فرق کرده. در دهه 60 اگر ممنوع ملاقات میکردند زندانی ها رو و برای چند هفته شروع میکردند به قتل عام، ممکن بود که حتی خانواده های زندانی ها هم تا مدتی متوجه نشن که این قتل عام صورت گرفته. ممکن بود که صدای اونها به راحتی به جامعه جهانی نرسه و به رغم تلاش اون کسانی که در اون زمان در خارج از کشور بودند، فشار مؤثری رو بر جمهوری اسلامی نتونن بیارن برای بازدارندگی. الان زمان فرق کرده واقعا. کنشگران داخلی ارتباطشون با پلتفرم های دنیای مجازی، با پلتفرم های اینترنتی بسیار خوب هست، به رغم سانسور، به رغم فیلترینگی که در ایران جمهوری اسلامی اعمال کرده، اونها میتونن صداشون رو کماکان به بیرون برسونن. کنشگران ایرانی خارج از کشور به همین صورت ارتباطات گسترده ای رو دارن با جامعه جهانی، با نهادهای بین المللی حقوق بشری، به همین صورت جای خودشون رو نهادهای ایرانی به عنوان واقعا یکی از فعالترین نهادهای حقوق بشری در سراسر دنیا ثبت کردن. شما الان بهتر از من میدونید، هر گوشه ای از دنیا رو که برید ما میبینیم که کنش های حقوق بشری رو اتباع کشورهای مختلف دارن، ولی ایرانی ها خیلی هاشون هستن که واقعا به طور مؤثر این کار رو انجام میدن. البته بعضیاش یه قسمتی از کردیتش رو ما واقعا باید بدیم به خود جمهوری اسلامی، یعنی اینقدر ناقض حقوق بشر هست که ما هر چقدر که از نقض حقوق بشر در ایران حرف بزنیم هنوز جا داریم، ولی خب واقعا فعالیت جدی ما هممون در خارج از کشور، در داخل کشور به نظر من باعث میشه که
بتونیم یک در واقع نمیدونم آیا این استفاده از این واژه یا ترکیب خیلی مؤدبانه هست یا نه، ولی مجبورم که استفاده کنم بر این سمند در واقع سرکش جمهوری اسلامی. یک افساری باید بر دهانش بزنیم و از تاخت و تازش جلوگیری بکنیم. برابر این من فکر میکنم که ما میتونیم این کار رو بکنیم. شرایط با دهه 60 فرق کرده، هرچند آقای خامنه ای آمده سال گذشته و گفته خدای ما همان خدای دهه 60 است و منظور خدای شکنجه و ارعاب و اعدام بود، ما به او ثابت خواهیم کرد که این خدا دیگه برای این دهه کار نمیکنه و به کمک جنایت های آقای خامنه ای و همسال او نخواهد آمد. شاید خدای علی خامنه ای همان خدای دهه 60 باشه، ولی بدون شک بندگان امروزی این خدا با بندگان قبلی تفاوت دارند. شهامتی که زنان و جوانان در ماه‌های گذشته از خودشون در خیابان‌ها و در زندان‌ها نشون دادند بی سابقه است. آیا شما فکر می‌کنید که سرکوب می‌تونه این جوانان رو به خانه برگردونه؟ آتش زیر خاکستر واقعا. ببینید هر نسلی رو که جمهوری اسلامی سعی می‌کرد اون اوائل سرکوب بکنه تا اعتراضات بعدی گاهی وقتی یک دهه طول می‌کشید. یعنی بعد از دهه 60 نخستین اعتراض جدی مثلا دانشجویی که شده بود 18 تیر بود دیگه، یک دهه از روی اعدام‌های سال 67 گذشته بود برای مثال. بعد از اون ما دیدیم یک دهه گذشت تا جنبش سال 1388 رقم بخوره و بعد از اون کمتر از یک دهه شاید گذشت که تظاهرات سال 96 رقم بخوره. ولی ببینید سالهای اخیر رو 96، یک سال بعد 97 ما دوباره اعتراضات جمعی داشتیم. سال 98 آبان 98 و اون جنایت جمهوری اسلامی، مردم به خیابان آمدن. هنوز سال 98 خاطرش بود اگه قرار بود این ترسی که جمهوری اسلامی میخواد به دل مردم بندازه اثر میکرد، به فاصله یکی دو سال بعدش در جنبش زن زندگی آزادی مردم رو نمیدیدیم تو خیابون. بنابراین من حدس میزنم از اونجایی که فاصله بین اعتراض ها کم و کم و کمتر داره میشه، ما دوباره حضور مردم رو ببینیم. همین نسل دیگه اصلا لازم نیست یک نسل بگذره جوانان دیگری بیان و ما اعتراضات دیگری رو ببینیم. همین نسل رو شما نمیتونید از بازگشت به خیابان ممانعت بکنید، جلوگیری بکنید از اینها که برگردن به خیابان. دلایلش هم واضح است. اینها تقاضاهایی داشتند که آمدن به خیابان، به چیزهایی اعتراض داشتند که آمدن به خیابان. نه اون چیزهایی که بهش اعتراض داشتن درست شده، نه تقاضاهایی که داشتن بهش گوش داده شده. پس دلیل اعتراض سر جاشه، سرکوب سر جاشه، فقدان آزادی های اجتماعی سر جاشه، زورگویی حکومت سر جاشه، فقر سر جاشه، نبود آینده روشن اقتصادی و شغلی سر جاشه. همه اینا هست. وقتی دلایل یک خیزش از بین نرفته، بنابراین ما باید نباید انتظار داشته باشیم که اون خیزش بره و برنگرده. در هر زمانی که بتواند برمیگردد و من حدس میزنم که در یک سالگی خیزش زن زندگی آزادی ما شاهد باشیم دوباره مردم میان برای احقاق حقوق خودشون. فراموش هم نکنیم که سالگرد بسیاری از کشته شدگان، بسیاری از هموطنانمون که جان خودشون رو به دست نیروهای سرکوب از دست دادن، یکی بعد از دیگری سر میرسه. یکی از دلایلی که اینها سعی میکنن که پدرها و مادرهای دادخواه، خانواده های دادخواه رو بگیرن، تهدید بکنن، ببندن، ارعاب کنند، یکی از دلایلش همین است که دارن سعی میکنن اونها رو ساکت بکنن تا برای بچه هاشون سالگرد نگیرن، تا نیان و جنبش دادخواهی رو به عرصه خیابان وصل نکنن. فارغ از این که اینها یکی دو نفر رو که نکشتن، طبق آمار خود سازمان حقوق بشر ایران بیش از 500 نفر رو ما ثبت و تایید کردیم، آمارش هم دادیم روی وبسایت سازمان حقوق بشر ایران هست. اینها تازه آن تعداد از آماری است که ما توانستیم تایید کنیم. میزان کسانی که اینها کشتن بیشتر از این تعداد است و هر کدوم از اینها این بار دیگه نه فقط خانواده هاشون بلکه
من فکر می‌کنم تمام هموطنانشون هم به جمع دادخواهانشون پیوستن. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من با روزهای سختی روبروست و سخت میتونه فقط با سلاح سرکوب جلوی این موجهای آتی که در راه هستن برای احقاق حقوق بنیادین انسانی سخت میتونه جلوی اونها رو بگیره. جامعه مدنی جهانی از خیزش مردمی در ایران حمایت کرد، حمایتی نسبتاً گسترده. مثلا هواپیمایی که بازیکنان تیم فوتبال یک کشوری رو برای یک مسابقات جهانی این ور اون ور می برد، روی بدنش طرح مهسا بود. یا اینکه در بسیاری از شهرها خیابان و میدان به نام مهسا نامگذاری شدند. اخیراً در ایتالیا حتی بخشی از یک جنگل به نام مهسا ژینا امینی نامگذاری شد. با وجود این حمایت مردمی نسبتاً گسترده در دیگر کشورهای جهان، ما شاهد هستیم که دولت‌های این کشورها در این حد که هیچ، خیلی کمتر هم حمایت نکردند. حمایتشون شاید ابراز نظر برخی از مقامات دولتی این بر اون بر بوده و یا اینکه تصویب تحریم‌های علیه ناقضان حقوق بشر در ایران، در صورتی که مردم در داخل ایران و ایرانیان خارج از کشور انتظاری بیش از این داشتند. به نظر شما این سکوت دلیلش چیه؟ دولت ها معمولا نسبت به مردم خیلی محافظه کارترند. یه سری مصالح سیاسی یا اقتصادی رو در بسیاری از موارد گوشه ذهنشون نگه میدارن. البته تا یه حدی همراهی کردن، همونطور که گفتین یه سری تحریم ها اعمال کردن، سیاست مدارانشون صحبت هایی کردن، ولی در حد انتظار مردم ایران نبودیم واکنش. مثلا در مورد اروپایی ها ما باید در نظر بگیریم، در کنار اینکه اینها سعی کردن که از حقوق بشر دفاع بکنن، اما جدی نگرفتن مسئله شون یه قسمتیش برمیگشت به اینکه به گمان من درگیر مسئله بودن، مثل جنگ اوکراین برای مثال، درگیر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی بودن و اینها از نظر امنیتی امنیت اروپا رو تهدید میکرد. سعی کردن که یک نوعی توازن ایجاد بکنن. آمریکایی ها وسط مذاکراتشون در مورد برجام بود، مذاکرات هسته‌ای بود، یه سری گروگان داشتن در داخل ایران، داشتن با اون در مورد اونها صحبت میکردن و خب این مسئله پیش اومد، با اینکه سعی کردن که وربالی یه مقداری از نظر بیانی شفاهی یک سری محکومیت هایی داشته باشن، یه سری تحریم هایی وضع بکنن، ولی از نظر عملی، یعنی کاری که فشار جدی بیاره بر جمهوری اسلامی، ما ازشون ندیدیم. بنابراین حالا آسیب رو گفتیم، راه چارهش هم باید بدونیم. راه چارهش به نظر من کار کردن بیشتر روی افکار عمومی است، به خاطر اینکه این سیاستمدار غربی باید از افکار عمومی مردم خودش رأی بگیره و اگر کاری بر خلاف نظر عمومی بکنه دفعه بعد رأی نمیاره. بالا آوردن و در صدر قرار دادن مسائل مربوط به حقوق مردم ایران باید به دست ایرانیان خارج از کشور صورت بگیره و به افکار عمومی کشورهایی که در آنها مقیم هستند راه پیدا بکنه. یعنی اگر کسی مقیم اسپانیاست، به همان زبان رسانه های همونجا، کامیونیتی و جوامعی که در همونجا وجود دارند، اگه ایتالیاست، اگه آلمان، اگه فرانسه است، اگر انگلیس یا اینجا در شمال اروپاست، باید بتونه که مردم اونجا رو با خودش هماهنگ کنه، آگاه کنه که چه داره بر سر مردم ایران میاد. بسیاری از مردم دنیا در جوامع آزاد خب واقعا خبر ندارن چه میشود، ولی حاضر هستند که بیان و اعتراض بکنن، به دولت‌هاشون فشار بیارن برای اینکه برای حقوق بنیادین انسان‌ها در یک کشور دیگری اونها کار انجام بدن. بنابراین من فکر می‌کنم که راه فشار بر سیاستمدار اروپایی بسته است، مگر و تنها مگر اینکه مردم خود اونها رو بندازیم در واقع به جون خودشون، که بهشون فشار بیارن، ازشون بازخواست کنن، سوال بکنن که شما چه کردید وقتی این همه آدم در خیابانهای ایران کشته شدن، وقتی که این اتباع خود اروپایی یا آمریکایی گروگان گرفته شدن در ایران به دست رژیم جمهوری اسلامی، شما چه کردید وقتی که داره بیش از روزی دو نفر در زندانهای ایران به طور متوسط اعدام میشه، بیش از 400 نفر تا این لحظه در ایران
انسان به دار آویخته شده شما چه کردید؟ برای اینکه اینها بپرسن که شما چه کردید، ما همینطور باید بیشتر و بیشتر فعالیت کنیم برای اینکه به اونها بگیم جمهوری اسلامی دارد چه میکند با مردم ایران. برای همین من فکر میکنم که خیلی از ایرانیان خارج از کشور کار کردن، زحمت کشیدن، اکسیونهایی درست کردن، تظاهرات برپا کردن و این باید با قدرت بیشتری و همدلی بیشتری، بگذارید بگم همدلی بیشتری، همه نمیتونن افکار مشابه هم داشته باشن، ممکنه طرفدار گروه های سیاسی مختلف باشن، ممکنه که طرفدار اندیشه های مختلف باشن، ولی میتونن همدلی داشته باشن با خودشون و با مردم ایران برای همون وجه مشترک ما که حقوق بشر از حقوق انسانی هموطنانمون در ایران هست. اگر این رو بیان مبنا قرار بدن، اختلافات رو بذارن یک کناری و برای کمک به مردم ایران بتونن با همدیگه کار کنن، به نظرم موثرتر و موثرتر هم خواهم بود. با سپاس فراوان از همراهیتون. خواهش میکنم، ممنون از دعوت. دو رپر سرشناس ایرانی، توماج صالحی و سامان سیدی موسوم به سامان یاسین، از آبان سال گذشته در زندان هستند و بارها و بارها شکنجه شدند. ما ضمن آرزوی آزادی هر چه زودتر این دو جوان هنرمند، ترانه ای از توماج صالحی با نام تناب دار رو برای ختم این برنامه انتخاب کردیم. با هم گوش بدیم. قسم به خون، قسم به شیر مادرم، خفه نمیمونم حتی وقتی که شیر ماشرم، جلو کفدار میمیرم ولی یه شیر با شرف، یه سیلیم به من بزن پیر ناخلف. ببین رحم من تمامه، سهمم از جهان، تو با هرچی میخوای بزن سنگرم دستام، شاید حتی اشکم ببینی خون ناقش است ولی تسلیم نمیشم، مرگ جان عشق است. صدام تو خیابونه، خب خفم کنی بیفایده است، ما میلیون ها بس کاشیم، ما ماده ایفای نقش، سایه پخش مثل تیرای پخش کنه تش بدش، سکا تلقا ویزن دونه دونه تیرای بر، قدسم جناح بس به هیچ جا نیستم، تولید ایرانم بی انقضا بیخ داریشم، جنازم هم نمیذاره بکنی بیت تاریخم، حتی آتیش آهک اسی توب له کنیم یه جا، یا دیکه دیکم کنی هر دیکم و بسپری به خاک، دونه دونه سبز میشم نتونی بشماریم نگاه. من تمام، من تمام، من تمام مام، من تمام مام، سر تناب دار آخرین سر پنام، آخ که اگه برسه دستای بازم به اون تناب دار، میبوسمش تناب دار، تناب جان، تناب خان، منو ببر اون جایی که من تمام مام. تناب دار، تناب دار، تناب دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. قسم به پرواز 752 به عدد، به 1500 گل خونی توی یه سبد، قسم به وطن، قسم به این زندان ابد، تا قتل عام خاوران برمیگردیم عقب، قسم به اون لحظه ای که گرفته بودنت کسی جلو نمی اومد، شعار دادن همه، قسم به اون تیری که جا مونده تو تنت، پناه نبردی به کسی چون میفروختنت، قسم به تناب دار، به شجاعت ستار، مادرای داغدار، قسم به قتل افکار، قسم به اونی که ایستاد جلوی جبار، که محاکمه کنی ما که مکف دربار، قسم به خونا که ریختی و تقاص ندادی، آدم به آدم میرسه راه فرار نداری، هم وطن من تو وطنمی ما بیکرانی، تناب دارو میبوسم تا تو تنها نباشی. تناب دار، تناب دار، تناب دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. تناب دار، تناب دار، تناب دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. تناب دار، 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 تناب دار. بینندگان عزیز، اعدام بسته است در اینجا به پایان میرسه.
شما می توانید برنامه های قبلی رو در سایت و یا کانال یوتیوب سازمان حقوق بشر ایران هم مشاهده کنید. تا برنامه دیگر شاد و تندرست باشید.